بیننده عزیز شریف، سلام و درود. از جنگ حوزه روسیه گزارش میشه که ارتش روسیه گام به گام در حوزه دونسک در حال پیشروی است، ضمن اینکه در کورسک ناگان اوکراینیا یک به اصطلاح سر خود داخل کردن و جنگ کشاندن. فعلا میگم جنگ جریان داره. امریکا مگر اعلام کرده که قوای روسیه توان پیشروی بیشتر نداره. ای که امریکا از روی چی میگه؟ خب امریکا خود پشتی حملات هستن. الکساندر کوتس یک کس خبرنگار نظامی است، امروز خطر گزارش کرده از منطقه جنگ. یادم میگه خطر حمله سوم اوکراین وجود داره که در کدام منطقه است. ایره الاودینوف فرمانده چچن در کورسک هم گفته بود. بلومبرگ گزارش کرد که امریکا به این باور است که روسیه و اوکراین هر دوش نمیتونن عملیات بزرگی را علیه یکدیگر انجام بدن. ای که امریکا چرا مثلا این همتراز اوکراین نشان میده ارتش روسیه را فهمیده نمیشه، صرفا یک بود تبلیغاتی داره، در حالی که روسیه کاملا بر آسمان مسلط است و بمباران های به اصطلاح محشر گونه را برای انداخته که هیچ ذخایر با طرف مقابل نمانده. این یک قرینه سازی امریکایی معلوم نیست چیز. خب برحال گفته که ما به این باور هستیم که وضعیت در اوکراین در بنبست است. اینا خوش هستن که وضعیت در بنبست باشه تا انتخابات امریکا بگذره. اوکراین و روسیه میگه فاقد منابع نظامی بر انجام عملیات تهاجمی در مقیاس بزرگ علیه یکدیگر هستند. بازم همی به اصطلاح برابر گذاری کیچی میگه اوکراین هنوز مهمات کافی بر مقابله با توانایی روسیه بر شلیک حدود 10,000 گلوله توپخانه در روز نداره. یعنی که روسیه داره. خب پس چرا پیشتر میگه که روسیه این توانش نداره؟ روسا مشغول یک سره کردن کار دونسک هستند. همین دونسک کارش تمام شود، مرزا بسته شود، اشغال شود، سقوط شهرهای بعد از دونسک آغاز خواهد شد. در نقشه که ما ببینیم بیخی باز هیچی نیست، مانعی نیست. نیروهای اوکراینی اینا میگن که قادر به انجام عملیات دفاعی هستند، حداقل تا 6 ماه قادر به انجام حملات متقابل در مقیاس بزرگ نمی باشند. تا 6 ماه کی زنده کی مرده در این منطقه. مقصد یک گپ خود زده. روسیه میگه استراتژی فرسایش در اوکراین اتخاذ کرده. بله درست است. روسیه که آیسته میره میگه اینا میگن جنگ در بنبست است، اینا استراتژی فرسایش را پیش میبرن. فرسایش تنها اوکراین نه، فرسایش منابع اروپا است. بله و میگه میتونه منطقه حائل را که توسط نیروهایش تصرف شده حفظ بکنه. خواه حفظ کرده، این منطقه حائل ایجاد کرده، خط دفاعی که روسیه انداخته. اما میگه نیروی کافی برای تهدید پیشروی عمیقتر و طرف سرزمین های تحت کنترل اوکراین نداره. این دیگه بازم یک چی است، دل خدا خوش کرده دیگه. چرا؟ این یک پیشبینی جنگی است. وقتی که انکشاف میکنه وضعیت جنگی، باز این گپا و قدر این چیزا با فتوا شباهت داره. برخلاف گزارش بلومبرگ، یعنی مثلا نیروی روسی لوگوفسکوی را در منطقه زاپاروژا امروز تصرف کردن. آیستا آیستا شهرک به شهرک اونا تصرف کرده روان است. تصرف این قطعه از جبهه وضعیت نیروهای اوکراین در زاپاروژا بسیار پیچیده میکنه. این لوگوفسکوی بسیار مهم است. در این منطقه در 10 کیلومتری مالایا توک ماچکا و تنها 17 کیلومتر تا اورخوو فاصله داره. یعنی به نزدیک است. اگر روسا مالایا توکماچکا را بگیرن، یعنی فرصت برای پایان دادن به محاصره رابوتینو و عقب نشینی یا تسلیم نیروهای اوکراینی فراهم میشه. یعنی منو گزارش بلومبرگ از کجا بود؟ در این حال نیروهای هوایی روسیه تجمع ذخایر نیروهای اوکراین در نزدیکی شهرک متروپولیه در منطقه سومی هدف قرار دادن. یک بم 3 تنی
یک بم 1.5 تونی 1500 کیلوی فاب حاوی تجهیزات مثلا پارکینگ که توسط ناتو ایجاد شده بود در یک ذخیرگاه کلش نابود کرده است. در ضمن 18 سرباز اوکراینی در نزدیکی شهرک اسپالنویا در کورسک تسلیم شدند. فیلمش هم پخش شده بود. ارتش روسیه گفته که شهر کوچکی در شرق اوکراین به نام نیویورک در منطقه دونتسک تصرف شده. شاید از نام نیویورک شما تعجب بکنید که در اوکراین نام نیویورک چه میکنه. نیویورک این منطقه را نامش را تغییر داده بود اوکراینیا. اصلش اونمون نوگرودسکویا است، نام روسیش نوگرودسکویا نام داشته، بازی ها نیویورک نامش هم مانده بودن. این حال فکر بکنید که یاد کجا هستن فکرشان. هرچند علمی نوگرودسکویا یک شهر کوچک است، اما کنترلش یک گام بسیار مهم است به طرف دو مرکز مهم. در کجا؟ دونتسک، یعنی دو مرکز مهم در دونتسک، یکی در تورتسک و دیگه در پوکروفسک. یعنی اردوی ازی بعد ازی تصرف میشه. در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده که نیروهای مرکزی در این مناطق طرف اوکراینی را شکست دادن و از نوگرودسکویا به اصطلاح به عنوان یکی از بزرگترین سکونتگاه های تورتسک و یک مرکز لوجستیکی مهم استراتژیک یاد کرده است. در می اعلامیه نوگرودسکویا را بر اولین بار در چیز خود به کار بردن. خب وزیر دفاع روسیه گفت سه لشکر نظامی جدید بر مقابله با عملیات اوکراین در سه منطقه مرزی کورسک، بلگرود و بریانسک تشکیل شده است. در مسیر خرسون، محل استقرار نیروهای اوکراین، با یک موشک خنجر 38 هدف قرار گرفت و در این حال بسیار جالب است پوتین رفته و در کرملین با نخست وزیر چین صحبت کرده. هدف چی است؟ هدف امضای به اصطلاح یک روی مشارکت استراتژیک بین روسیه و چین. این بسیار مهم است، کل یک اتحاد است علیه امریکا. عملات اوکراینیا به کلاه استحکامات هم در سراسر رودخانه سیم، رودخانه سیم در منطقه گلوشکوفسکی است، با پهپادهای کامیکازا و مهمات خوشهی هیمارس هدف قرار گرفته. ایره اوکراینیا زده به سلام و پانتونای پلساز پانتون هم شما که چی میگیم پلای استحکامات در دریان جنگ یک پل خراب میشه، تیزه که در پل استحکام میاندازن او را پانتونای پلساز میگن، یعنی گایدد پونتون بریدز این تویب چیز، و اونا رو زدن. قبلا پلا رو هم زدن و تمام پلا رو فیلمایش هم پخش شد و دیدم حال دوباره حمله میکنه. یعنی جنگ در مو استقامت ها شب و روز این ادامه داره. الکساندر کوتسک بیشتر گفتم خبرنگار است از کامسومولسکایا پراودا، یه آدم رفته بود به جبهه، گزارش کرد که بعد از تخریب سه پل اصلی روی رودخانه سیم، نیروهای روسی شروع به نصب پلهای پانتونی کردن، این پل استحکام انداختن. اما پهپادهای اوکراین دوباره خودروهای متحرک پانتونی را هدف قرار دادن، در تلاش هستند تا گذرگاه ها را با مهمات خوشه‌ای هیمارس منهدم بکنند. رودخانه سیم یا سیم ریور در اروپای شرقی واقع است، این حوزه اروپای شرقی است، یکی از رودخانه های مهم در غرب روسیه و اوکراین است. این رودخانه شاخی از رودخانه دنیپر است که از ولایت کورسک در روسیه سرچشمه میگیره، میره به طرف اوکراین، در نهایت به رودخانه دسنا در شهر چرنیهیف میریزه یا سرازیر میشه. یعنی منطقه است که روسا سه پل بسیار کلان زده بودن، هر سه خراب کرده اوکراین. بعد از انفجار پلا نیروهای اوکراین جبهه دیگری را از طریق تایخینو میخواهند باز بکنند.
که امیر فرمانده چچنا در کورسک هم گفته بود. یعنی نشانه های از تجمع نیروهای اوکراین در این منطقه و اصلا در منطقه سومی وجود دارد. خطر حمله سوم یعنی در کل وجود دارد در شمال از شهرک اوکراینی گلوخوف به طرف ریلسک. اگر این اتفاق بیفته تلاش برای تصرف قلمرو روسیه جدیدتر میشه. این اگر از قسمت گلوخوف و طرف ریلسک اینا دوباره حمله کنن اگر بتانند. فرمانده روسیه از این خطرات آگاه است. به همین خاطر گروه های وصلا قطعات کورسک، بلگرود و بریانسک ایجاد شده. اما پیشتر که گفتم وزیر دفاع روسیه گفت که 3 لشکر ایجاد شده به همین خاطر است و امکان حمله اوکراین از منطقه بریانسک وجود دارد. البته روسیه دچار بسیار مشکل زیاد است، اما یا به اصطلاح تصرفات خود در منطقه دونتسک تکمیل کرده روان است. در بعضی جواب اوکراین در قالب گروه های کوچک و به اصطلاح متحرک و زد خورد و زدن و گریز ادامه میدن و اینا با لوای 810 تفنگداران دریایی روسیه مواجه هستند و تلفاتی هم داده. گلندیزن استاد و سردبیر اقتصاد سیاسی در سیاست خارجی روسیه است. این آدم میگه یک کمربند دفاعی بسیار محکم اوکراینی در جبهه پوکروفسک محاصره شده است. هم پیشتر که گفتم پوکروفسک، این آدم میگه که آل او محاصره شده. چرا؟ و بازو یک شکایت کرده، گفته که رسانه به اندازه کافی از این فاجعه معلق گزارش نمیتن به خاطر از اینکه اونا کوشش میکنن بیشتر اخباری را منتشر میکنن تا نشان بدن که پوتین در کورسک، در جنگ کورسک چقدر تحقیر شده است. میگی ای که پوکروفسک کاملا در محاصره است، ایره باز چیزی نمیگه. اولک سوسکین مشاور رئیس جمهور اوکراین سابق در دوره لیونید کوچما، ای آدم میگه که به اساس بسیاری از شاخص ها از نظر سیاسی، اقتصادی، مالی، لوجستیکی، نظامی رژیم زلینسکی تا ماه اکتبر کاملا از بین خواهد رفت. یعنی حالا آگست است، تا ماه اکتبر ای آدم میگه. خب چطور میگه؟ در واقع خود زلینسکی رو میفهمه. احتمالا تا او زمان در حال آماده سازی پرواز خانوادهش به خارج از اوکراین خواهد بود. ایره اولکسوسکین میگه این عملیات کورسک برای منحرف کردن مردم انجام شده، ذهن مردم. بعد از این میگه پول آلمان وجود نداره، آلمان براسه پول خود قطع کرده و دیگه کارخانه های آلمانی و شرکت های اونا برای اوکراین اسلحه و مهمات تولید نمیکنند. میکل والترسون یک افسر سابق نیروهای مسلح سویدن است، میگه که قبل از جنگ اوکراین 11 میلیون مرد از سن 25 تا 60 ساله داشت، 11 میلیون نفر، اما بسیاری از اینها حالا فعلا میگه یا در خارج رفتن یا در مناطق تحت کنترل روسیه هستند. یعنی با توجه به اینکه 50% از این مردها در اوکراین فعلا باقی ماندن از 11 میلیون نفر، اینا میتونن 500 هزار نفر یا 750 هزار سرباز اضافه گیره بسیج بکنن. این دیگه از سر قندی خیر ششته میکایل والترسون از سویدن ایگه پا میزنن. یعنی میتونه اوایی گپ انداخته فکر کرده بسیج کردن مثل مثلا خریدن یک دسته سبزیجات و تربار است. 500 هزار تا 750 هزار. ویدیو را تو نمیبینی که زن حامله را و امرای شوش کش میکنن یک جای بزرگ میبرن در خط اول، حتی کسی که اوتیزم بود، مریض بود، بردن بزرگ در جبهه و کشته شد. گپ خودم میزنم. خب این آدم میگه تا سال 2026 ممکن است بخش قابل توجهی از جمعیت مردان اوکراین تبعید کشته و مجروح شوند. این هم خواهی دیده میره اگر رقم. این
چیزایی است که نظریات است که هر کس وارد شبکه اطلاع رسانی رسمی میکنند، خبرگزاری ها. بلومبرگ میگه که حمله اوکراین در مکورسک، یعنی با توجه به اینکه توازن بین نتایجش وجود نداره، و به عنوان ناموفق ترین عملیات نظامی قرن 21 توصیف شده. خب امی بلومبرگ بیشتر چی میگفت؟ قول منابع امریکایی عالی طور میگه، به نقل از مثلا منابع خود ادعا میکنه که حتی خروج امریکا از افغانستان نیز منجر به اتلاف منابع به این اندازه نشده بود. بلومبرگ هیچ خبر نداره. وقتی که امریکا خروج کرد، 85 میلیارد دلار قرار گفته خودشان اینجا اسلحه را ماندن، فقط نام افغانستان میگه، اطلاعات ندارن. این چیز که ایره به خاطر آوردم که ما آسیب پذیری ها یا نقطه های سیاه در گزارشگری دنیای آزاد هم برای شما ایتو یک یادآوری بکنیم که هر گپ از اونا به اصطلاح اما نص قرآن نیست.